روی همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم جنت فهیم چکری، آگاه سیاسی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. جناب چکری بسیار زود خوش آمدین به بحث. گفتگوها در کل از آغاز تا اکنون میان امارت اسلامی و آمریکا از دید شما چگونه بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و مردم شجاعی افغانستان. اصلا گفتگویی که با امارت اسلامی صورت گرفت و در دوحه، متاسفانه بعض موارد از طرف امارت اسلامی و از طرف امریکا عملی نشد و حال بحث ها هم جریان داره در دوحه و احتمال ازی است که این بحث ها بالاخره به یک نتیجه برسه و امریکا هم کشوری است که نمیخواد که از افغانستان به صورت قطعی دست برداره، چون بعد از سال 1947 که پاکستان را ساختند، یکی از علتهای اساسیش همی بود که پروژه های کلان انگلستان و امریکا باید در منطقه تطبیق شود و در این شرایط زمانی پاکستان بالای افغانستان نفوذ داره و پاکستان هم از دو کشور بزرگ، یکی از امریکا و دوم از طرف چین، همزمان فشار وارد کردند که باید پاکستان پروژه هایشان را عملی بسازد. خب از منظر اقتصادی چین زیاد تلاش داره که فشار وارد بکنه و از منظر سیاسی و امنیتی امریکا فشار وارد میکنه بر پاکستان که پاکستان باید پروژه های امریکا را در افغانستان عملی بکنه و فعلا هم فضای افغانستان تحت کنترل پاکستان و بالاخره امریکا قرار داره. و از طرف دیگه امارات اسلامی رای نداره بجزی که وقتی که از منظر اقتصاد میبینیم باید از مسیر مستقیم بین افغانستان و چین روابط خود را تامین بکنه و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی افغانستان باید از مسیر اسلام آباد به امریکا و غرب نزدیک شود. اگر افغانستان بخواهد که این وصل شدنش مستقیم با غرب و امریکا باشه، در شرایط فعلی هزینه های زیاد را باید افغانستان پرداخت بکنه و پاکستان هم اجازه نمیده که افغانستان مستقیم اسلام آباد را دور بزنه و به غرب و امریکا وارد تعاملات شود. جناب چکری، برگشت زنان به کار، بازگشایی مکاتب و تشکیل حکومت فراگیر از همان روزهای اول تشکیل حکومت جدید از شرطهای اصلی بر رسم شناخته شدن افغانستان از سوی جامعه جهانی بوده. اما حکومت امارت اسلامی در شرایط فعلی چقدر اشاره مثبت نشان دادن؟ خب امارت اسلامی، ما در گذشتهام میره تجربه کردیم، وقتی که امارت اسلامی مجالس خود را با امریکا داشت از موقف خود به اندازه یک کنچ هم تنزل نکرد. ما بیاد داشتیم که خواست امارت اسلامی همی بود که باید یک سرباز ناتو در افغانستان نباشد. تا آخر سر از موقف خود ساد شد، با وجودی که این مذاکره بین امریکا و افغانستان در حدود 18 ماه وقت گرفت و با حکومتی که جمهوریت بود و افغان ها بودند، با اونا هم تقریبا 8 ماه فقط بالای یک اجندام به نتیجه نرسیدن که صحبت بکنن. و امارت اسلامی با وجودی که یک حکومت قانونمند، یک حکومتی که مبتنی بر آرای مردم و با مشروعیت ملی و بین المللی برای امارت اسلامی میراث ماند، خب اگر اونا در مشروعیت ملی و بین المللی خود مشکلات خود را داشت و حرف جداست، اما باز هم یک نظامی که دارای قانون اساسی بود، مشروعیت ملی و بین المللی را داشت، امارت اسلامی میراثدار همت یک نظام بود و امارت اسلامی همه چیز را کنار زد و قانون اساسی را نپذیرفت، با وجودی که اگر قانون اساسی را میپذیرفت و با در نظر داشت که بعضی موارد که اگر امارت اسلامی تعدیلات وارد میکردند
و بعد از این قانون اساسی را میپذیرفتند بسیار به نفع امارت اسلامی تمام میشد، اما این کار نکرد و بعد از اینکه امارت اسلامی بالا به قدرت تکیه زد و نظام جمهوریت واژگون شد، دعوت یک حالت چهار پیشفرض را شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشتراک 130 کشور چهار پیشفرض برای امارت اسلامی پیشنهاد کرد که همین موضوع مراعات کردن حقوق بشر بود و شکل دادن یک حکومت با قاعده وسیع یا فراگیر یا همشمول بود و وفق دادن سیاست ملی با سیاست بین المللی و آزادی فردی، یعنی آزادی تحرکات فردی باید این چهار پیشفرض امارت اسلامی عملی میکرد. اما بیشتر از یک سال که از عمر امارت اسلامی میشه، بالای از چهار موضوعی که جهان از امارت اسلامی خواسته، امارت اسلامی بالای از چهار موضوع کار نکردند و هیچ سر از این موضوعات تلاش نکردند که بالاخره قناعت سازمان ملل متحد بر عهده می گرفتند یا بالاخره کسب می کردند رضایت بین المللی را. اما چیزی که برای امارت اسلامی بسیار ضرور است فعلا در این شرایط تدوین قانون اساسی است که در او هم سیاست داخلی امارت اسلامی باید تسجیل شود، سیاست های خارجیشان هم باید تسجیل شود و روابط امارت اسلامی با مردم و روابط مردم با امارت اسلامی این هم باید تسجیل شود. جناب چکری، آیا این خبر که آمریکا نمیخواهد دیگر کدام فعالیت نظامی در افغانستان داشته باشه میتونه خبر خوب باشه برای مردم افغانستان و دولت افغانستان که به رسمیت شناخته شود؟ خب امریکا فعلا هر کاری که بخواهد در افغانستان از طریق فضا و از طریق طیارهای بی سرنشین میتونه که انجام بده. اگر او مشاهده بکنه که در کدام نقطه افغانستان امکان زی است که کدام موسی بس از طرف افغانستان برشان وارد میشه و میتونه که عملیات های خود را انجام بده که این عملیات ها چندین بار در افغانستان اجرایی شده. و از طرف دیگه پاکستان کشوری است که میدان های هواییش اگر میدان هوایی سیالکوت است یا میدان هوایی شمسی است برای اجرای عملیات های افغانستان، پاکستان این میدان های هوایی را برش طبق قرارداد برشان تسلیم کرده و هر وقت که بخواسته باشه امریکا میتونه که عملیات خود را در افغانستان اجرا بکنه. و از طرف دیگه هزینه بردار میشه برای امریکا وارد شدن نیروهای نظامیشان در افغانستان و در شرایط فعلی چون جنگ ها هم فرق کرده از 21 سال پیشتر که امریکا با در سرپرستی ناتو وارد افغانستان شدند، فعلا جنگ های سایبری و جنگ های تکنولوژی این زمینه را فراهم ساخته که نیروهای نظامی امریکا در افغانستان داخل نشد. جناب چکری، یه گفته یه کاردار سفارت آمریکا در قطر که برخورد دیپلماتیک با طالبان اثرگذار است میتونه دقیقا چه معنا رو بده؟ خب تقریبا از 13 ماه به این طرف گفتگو با بین امارت اسلامی و امریکا جریان داره، باید این مذاکرات به یک نتیجه برسه. چیزی که هم در مغایرت با شریعت نیست و در مغایرت با عرف و قوانین و فرهنگ اسلامی هم نیست با شدن مکاتب دخترانه است و یا حق مشارکت سیاسی و حق مشارکت کار خانم است و از طرف دیگه تشکیل یک حکومت که با قایده های وسیع باشه. این چیزایی است که هم در مطابقت با شریعت است و هم در مطابقت با خواستای جهان است. چیزایی که اختلاف نظر سرش نیست همین چیزاست که باید ای عملی شود. و از دید ما امارت اسلامی هم می بسته شدن مکاتب با وجودی که ما نشست های رو در رو با اعضای بلند رتبه امارت اسلامی داشتیم، همه ایشان علاقمند شدید هستند که باید دروازه های مکاتب برای دخترها باز شود. اما فکر کنم که
به قول ملا برادر در یک حکمت وجود داره و حکمت شما میست که حتما امی بسته ماندن مکاتب دخترانه یک شکل گروگانگیری است از غرب و امریکا که باید در تعاملات امریکا بعضی موارد را بپذیره و طالبان با شدن مکاتب دخترانه و حق مشارکت کار و حق مشارکت سیاسی برای خانم‌ها را ارائه بکنه و صرف دیگه هم ساختن یک حکومت به قاعده وسیع را رویش توافق بکنند. جناب چکری، امارات اسلامی میگن که خواهان روابط خوب با جهان هستن و اختلافات را از روی گفتگو میخوان حل کنند. دقیقا چگونه میتونن این اختلافات را از بین ببرن؟ خب در قدم اول امارات اسلامی باید یک انسجام داخلی داشته باشه و انسجام داخلی شان میست که امارات اسلامی باید خود را تسلیم یک سیستم بکنه و سیستم هم همون قانون اساسی است. وقتی که در قانون اساسی همه چیز نشته شد، باز بزرگای رهبری امارات اسلامی اختلاف دیدگاه نمی داشته باشه، همشان در مسیر که تعیین شده در اون مسیر حرکت میکنه. وقتی انسجام داخلی پیدا شد، باز جهان هم میبینه که در داخل امارات اسلامی یک سیستم داره، یک نظم داره، یک دیسپلین است مبتنی بر قانون اساسی و در و اونا هم مطمئن میشه که امارات اسلامی یک بالاخره تانست که امو حاکمیت قانون را رعایت بکنه و فرهنگ رعایت قانون در امارات اسلامی جریان داره و با وجودی که درجه حاکمیت قانون در کشورها فرق میکنه، اگر درجه حاکمیت قانون هم یک اندازه پایین تر باشه، بازم دنیا انعطاف نشان میده با امارات اسلامی که باید یک اندازه از تساهل و از انعطاف کار میگیرن. اما این که فعلا به می ترتیبی که امارات اسلامی در داخل یک اندازه بی‌نظمی وجود داره، مشکل است که دنیا هم به می ترتیب با امارات اسلامی بتانه که تعاملات خود را انجام بده و به این ترتیب پیش بره. به نظر من یگانه رایی که امارات اسلامی می خواهد که با دنیا تعامل بکنه و این خواست خودشان هم است که ما خواهان تعامل با جهان هستیم، وقتی که تعامل با جهان، یعنی آماده تعامل با جهان هستیم، باید فرهنگ رعایت حاکمیت قانون در داخل افغانستان پذیرفته شود و امارات اسلامی صاحب یک قانون اساسی باشه، صاحب یک نظم و سیستم باشه. بعد از او دنیا اعتماد میکنه و امارات اسلامی را همراهش وارد تعامل میشه. جناب چکری، گفتگوی دیپلماتیک آمریکا با طالبان از خیلی وقت قبل در زمان گفتگوهای دوحه آغاز شده بود. دقیقا دستاورد آمریکا از گفتگوها چی بوده؟ خب همیشه امارات اسلامی برای دنیا اطمینان داده که از خاک افغانستان استفاده سوء نمیشه و از طرف دیگم امریکا جمع ناتو به این فکر هستند که باید نظام موجود امارات اسلامی حفظ شود. ما شاهد ازی هستیم که کمک های ده هر هفته 32 میلیون دلار یا 40 میلیون دلار بستای کمکی به افغانستان وارد می شود. هدفشان است که نظام امارات اسلامی را نگاه بکنند. اما صرف دیگه تحریم ها تام وضع میشه که ثبات نداشته باشه و به یک شکل تطمیع شود. خب با وجودی که از دید معمی است که همی روزانه 200-300 نفری که در افغانستان کشته می شد یا بالاخره جزایر قدرت در افغانستان بود و از طرف دیگه بحث فساد در ادارات بسیار به شکل جدیش مطرح بود، این موضوعات فعلا ورداشته شده. اما او چیزایی که خواست اساسی امریکا و غرب است، او تانوس مراعات نشده یا از طرف امارات اسلامی عملی نشده که امید است آیسته آیسته امارات اسلامی امو مسئولیت نظامداری که فعلا برشان است، این مسئولیت
درک بکنند نگرانی هایی که مردم افغانستان داره از لحاظ بیکاری و بحران اقتصادی. اکثر مردمی که فعلا افغانستان را ترک میکنند و میرن به بیرون از کشور و در اونجا برخورد درست با مهاجرین افغان نمیشه، همش نگرانی های مردم است و از لحاظ پرنسیب های حقوقی باید امارت اسلامی رفع تمام نگرانی های مردم را بر عهده بگیره و تمام پریشانی های مردم را برش راه حل پیدا بکنه و یک زمینه زیر مساعد بکنه که مردم افغانستان در داخل افغانستان باید کار بکنه. ای که بعض بزرگا از امارت اسلامی میگه که ما وعده کار یا وعده غذا را برای شما نداده بودم، خب هر وزارتی که به میان میاد او وزارت به خاطر یک هدف به میان میاد. خیلی وقتی که وعده غذا برشان داده نشده باید وزارت زراعت هم منحل شد، به خاطر که هدف به وجود آمدن وزارت زراعت همی است که باید برای مردم افغانستان نان تهیه بکنه. باز اگر این وعده را دولت نمیده باید اما مصارف که در تشکیل دولت است او مصارف هم کم شود، از پول بیت المال وزارت زراعت منحل شود، وزارت کار که میگن وزارت کار امور اجتماعی که یکی از مسئولیت های وزارت کار امور اجتماعی همی است که باید برای مردم زمینه کار فراهم بکنه، این از مکلفیت های یک دولت می باشد. با وجود که امارت اسلامی آمد قدرت را گرفت، یکی از اهداف نظام اسلامی همی است که باید صرفه‌جویی بکنن بر ضد اسراف است، اسراف باید صورت نگیره. ما در افغانستان فعلا 27 وزارت داریم و جمعا 52 اداره است مستقل که تحت رهبری اداره امور پیش میره. فرانسه که یک کشوری است که عضویت دائمی شورای جناب چکری، ای که آمریکا نمیخواهد دیگر کدام فعالیت نظامی در افغانستان داشته باشد، دید شما در مورد ای که در مورد استفاده از حریم هوایی و انجام حملات در نقاط مختلف افغانستان و شمول پایتخت نوع جدیدی از مداخله نظامی نمیباشد؟ خب من پیشترم گفتم که اگر امریکا خواسته باشه هر وقت و هر قسم عملیاتی که خواسته باشه در افغانستان از طریق پاکستان میتونه که او را عملی بسازه. اما بحث افغانستان، بحث تروریسم یا عملات انتحاری یا عملات انفجاری یک معما است. حل از این موضوع و یا درک از این موضوع کار بسیار ساده نیست. هر کسی که از جمع عمرا و زعمای کشور می باشه اونو تلاش میکنه که باید برای مردم امو کشور هم تامین امنیت بکنه و هم زمینه کار و یار مساعد بکنن. ای که افغانستان یک کشوری است که باید ایره تلاش بکنه که افغانستان را دوباره تبدیل به میدان جنگ بین کشورهای بزرگ نکنه و تنها بین دو کشور هم که امریکا و روس باشه میدان رقابتیشان افغانستان نیست و این هم بسیار ساده نیست که مدیریت شوه که هم امریکا راضی باشه. چگونه باید مدیریت شوه جناب چکری؟ خب در سیاست خارجی باید از دکترین کسایی که در علوم سیاسی اونا پیجدی دارن و معلومات بسیار دقیق دارن، دانشمندای ورزیده هستن، از اونا باید نظر گرفته شود که در مدت یک شرایط باید سیاست خارجی افغانستان به شکل مدون هم در مقابل کشورهای همسایه، هم در مقابل کشورهای منطقه و در مقابل کشورهای جهان این باید ترسیم شود. در غیر از او بسیار این ساده نیست. میشه افغانستان در تامین روابط. تشکر جناب چکری. تشکر از حضورتان در برنامه.